الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام درود فراوان خدمت همه بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم و پیروزی در همه میادین و همه مجال های زندگیتون مخصوصا پیروز شدنتون بر دیکتاتورهای زمانه که خود رو در جایگاه خدا قرار داده اند و نقش خدایی رو به خودشون گرفته اند که امر و نهی میکنند، میکشند، شکنجه میکنند، بی حرمتی میکنند به زنان، دختران و پسران مدرسه ای رو مسموم میکنند، اون وقت اگر پدرانشون مادرانشون اعتراض کردند اونها رو ضرب و شتم میکنن چرا اعتراض کردید و چرا اومدید به دفاع از بچه هاتون و چرا میگید بچه هامون رو مسموم نکنید. این چیزی که داره اتفاق میفته در کشور عزیز ما ایران، ظلم که تعبیر کوچکی است برای این اتفاقاتی که میفته، تجاوز که تعبیر کوچکی است، جایی نمونده است، چیزی نمونده است که اینها اون رو به گند نکشند و فساد ایجاد نکنند. این حکمرانی شماست که خودتون رو به زور و به باطل چسبوندید به اهل بیت و چسبوندید به اسلام و خودتون رو نماینده و وکیل ائمتون میدونید. اگر حکمرانی این هست که شما میکنید، اگر سیاست این هست که شما به کار میبرید، اسلام از شما و از سیاستتون رو از تمام تصرفاتتون بریه. بارها و بارها گفتیم که باید ملت بیدار شود و اجازه ندهد به اینها که بیش از این به شما ستم کنند. دلار رو خودشون به 60,000 تومان میرسونن چون کسری بودجهشون رو جبران میکنن و از جیب ملت میخورن. هر وقتی که دلار و ارز رو بالا بردند بدانید یعنی از جیب شما میکشند و صرف هزینه های خودشون میکنن و صرف اعمال ارهابی و تروریستی خودشون میکنن در لبنان و یمن و عراق و و جاهای دیگری که دارن انجام میدهند. و اما در هیچ جای تاریخ ما ندیدیم که دیکتاتورهای مانند هیتلر و مغول و بقیه دیکتاتورهای زمان این گونه به ملتشون بی حرمتی روا بدارن، این گونه حقشون رو ضایع کنن، این گونه دزدی و اختلاف و فساد و ستم روا ببینن به ملت. و از همه بدتر که گوش شنوایی هم ندارن به اینکه بشنوند اونی که به سر دیکتاتورهای دیگه اومد به سر شما هم خواهد اومد. اینهایی که شما دارید از اموال ملت هزینهشون میکنید، خرجشون میکنید، هیچ کدومشون پای شما نخواهند ایستاد. امروز مصلحتشون و اموالی رو که دارن و منابع اقتصادی که برای خودشون درست کردن هست که کنار شما نگهشون داشتن. هر وقتی که لازم باشه امواری رو که دزدیدن بر میدارن و میرن و شما تنها خواهید موند و انتقامی که ملت از شما خواهد گرفت. و اینجا من اینها رو میگم که ملت بیدار باشند که این اتفاقاتی که میفتد هیچ ارتباطی به دین، هیچ ارتباطی به اسلام، هیچ ارتباطی به اخلاق، هیچ ارتباطی به انسانیت هم نداره. ظلم است که اگر اینها رو بچسبونیم به اسلام، نه تنها امروز، از روزی که این فرقه تأسیس شده اند و خودشون رو اسلام ناب نامیده اند، از روز اولی که این فرقه تأسیس شدن ناروا و یک غده سرطانی بوده اند تا به امروز.
خودشونو به زور چسبوندن به اسلام و همه خرافات و بدعتهایی رو که در این 1200-300 سال به مردم خوراندند به اسم دین. و این خواست خداست که ملت بیدار شده است و اینها رو میشناسد، افکارشون، مذهبشون، دینشون که دین دیگری است، مذهب دیگری است، فکر دیگری است و هیچ ارتباطی با دین اسلام ندارد، که هیچ، بلکه با انسانیت هم ندارد. هیچ وقت مشرکین جاهلیت این گونه بی حرمتی نمی کردند به زنان عفیف و پاک دامنی که اومدن به دفاع از بچه هاشون مقاومت میکنن و می ایستند. میرم سراغ سوال های شما عزیزان که بیننده عزیز دیگری سوال بیننده عزیزی بیننده عزیز نوشتن السلام علیکم و رحمت الله، میگه استاد خواهرم هیچ نماز نمیخواند، هر قدر که توصیه به نماز پدر و مادرم و خودم میکنیم باز هم نمیخواند، آیا مسئولیت از گردن ما ساقط هست یا باید چیکار کنیم؟ ببینید عزیزان، کسی که به سن تکلیف رسید و عاقل بود، راشد بود، بالغ بود، مسئولیت تمام اعمالش پای خودشه. وظیفه پدر و مادر و اطرافیان این هست که اون رو به خوبی موعظه کنند و راهنماییش کنند که راه درست رو برود. پرخاش کردن به خاطر نماز، مخصوصا اگر خواهر شما، برادر شما، فرزند شما در سن بلوغ هست، در سن نیست که بسیار حساسه، در سن نیست که اصلا امر و نهی رو قبول نمیکنه از کسی، لذا سعی کنید شما اسلوبتون رو عوض کنید، مهربان باشید باشون، محبت بهشون بکنید تا اون درک کنه که شما دوستشون دارید و این حرفایی که میزنید رو اثر دوستیه. ولی اینکه شما هر لحظه بهشون گیر بدید، فشار بهشون بیارید، یا خدا اینا کرده بخواید اونها رو کتککاری کنید، به هیچ وجه اینها اثری خوبی ندارد و جایز هم نیست. بچه هاتون رو باید از همون کودکی به خودتون عادت بدید نماز بخونن، وقتی شما رو ببینن نماز میخونن، اونام نمازشون رو میخونن. من به شخصه هیچ وقت بچه هام رو مجبور به نماز خوندن نکردم، ولی همشون بدون استثناء خودشون نمازاشون رو خوندن، از سنی که به سن بلوغ هم نرسه، از بچگیشون، از طفولیتشون نماز خوندن، روزه گرفتن. و به خاطر اینکه اگر روزه ای رو روزی به خاطر حالت مثلا حالا بیماریشون یا حالتی نتونستن روزشون رو تکمیل کنن، خودشون ناراحت شدن. به هیچ وجه ما فقط دلداریشون دادیم که بله این اجباری بوده، این تقصیر تو نبوده، و هیچ وقت بچه ها رو نترسوندم از این که عذابی گیرشون خواهد اومد، نترسوندم از این که بلایی سرشون میاد، بلکه بیشتر تشویقشون کردم که خداوند ما رو دوست داره، خداوند نعمتهای فراوانی داده، و خودمون رو دیدن که نماز میخونیم، اونا شروع کردن نماز خوندن، نمازاشون رو میخونن، و از سن 3-4 سال به بعد دیگه پیش نیومده نمازی ازشون فوت بشه. اگر روزی هم نمازی فوت شد، دنیا رو بر سرشون خراب نکردم، بلکه بیدارشون کردم بخون، اگر ازت فوت شده قضا کن. و این هست که شما وقتی خودتون ملتزم بشید، باشون مهربان باشید، دوستشون باشید، اگه نمازی هم ازشون فوت شد راهنماییشون کنید که چطوری قضا کنن نمازشون رو. این در وقتیه که به سن بزرگتری رسید، اما در سن کوچکی باید چشم پوشی کنید از بعضی وقتا هم نماز نخوندن، چون به سن تکلیف نرسیدن.
نخوندن چشم پوشی کنید، خوندن تشویقشون کنید، روزه گرفتن تشویقشون کنید، نگرفتن بسیار عادیه، بگید بیاد سحری بخور، نمیتونی روزه بگیری روزه نگیر، برای کسی که به سن بلوغ نرسید. مهم اینه که با شما در جمع شما لذت ببرن از اینکه نماز بخونن، نه اینکه دین کاری کنید که دین رو جلو چشمای اونا سیاه کنید. و اما حالا این بیننده عزیز سوالش رو میگه آیا ما گناهبار میشیم به اینکه ببینید، بعد قبل از اینکه شما به فکر این باشید که شما گناهبار میشید و شما فلان میشید، به فکر این باشید که خیر رو برای فرزندانتون، برای خواهر و برادرتون، برای همه خانوادتون بخواید، اونم به بهترین شیوهی که ممکن هست. بیننده عزیز گفته سلام علیکم، یا یک سوال داشتم، اگر خواهر یا برادر با هم سالها قهر باشن گناه دارد؟ اگر بیشتر از 3 روز با هم دیگه قهر باشن گناه کبیره است، قطع صله رحم گناه کبیره است، لذا خداوند دستور داده است به اینکه صله رحم رو به جا بیارید. پیامبر دستور داده سل من قطعک، اگر کسی از خویشاوندان درجه اولت قطع رابطه کرد تو وصل کن، تو برای ارتباط بگیر، حتما گناهکار میشید. شما سالها با هم حرف نمیزنید، نباید بیشتر از 3 روز با هم دیگه قهر باشید، اگر نیاز بود قهر باشید. اگه آسیب و ضرر جدی به شما رسید رابطتون رو محدود کنید، اجازه ندید کسی حتی برادرتون یا خواهرتون بهتون بی‌حرمتی کنه یا راهی رو بره که آسیبی به شما برسونه، ولی در این حال شما حرمت نگه دارید، اجازه ندید ولی حرمت رو نگه دارید. مثال عرض میکنم، مدت ها پیش کسی سوال کرده که برای برادرش به دخترش نظر داشته، خب رابطه تو با این برادر باید قطع کنی. اگر واقعا جدی میدونی که این چنین چیزی بوده، رابطه رو قطع کنید تا اینکه اون سر عقل بیا هدایت بشه، بعد رابطه رو برقرار میکنید. مادام میکن در سنی جوانی هست یا سن بدی هست، یا راهنماییش کنید. اما اگر نه، حرفای عادی پیش و پا افتاده هست، برید با هم دیگه صلح کنید، آشتی کنید، ببخشید هم دیگر رو. تنها راه نجات از عذاب در دنیا و حتی در آخرت عفو گذشته است. و ان تعفو اقرب للتقوى، همدیگر رو ببخشید که به تقوا نزدیکتره. و از جمله مسائلی که در روابط اجتماعی وجود دارد و سبب دخول بهشت انسان می شود عفو گذشته است، نداشتن کینه و حقد. و این قهر کردن ها نشانه از کینه، نشانه از حقد، از حسد، از بغض میاد. لذا پیامبر علیه الصلاه و السلام در جمع صحابه نشسته بود، فرمود که الان کسی از اهل بهشت وارد مجلس من می شود. یک شخصی از صحابه وارد مجلس شد و صحابه اون رو شناختند. روز بعد هم همین اتفاق افتاد، روز بعدتر هم همین اتفاق، 3 بار این اتفاق افتاد همون شخص وارد شد. ابن عمر میگه من رفتم خونه شون، یا بعضی میگن ابن عباس، رفتم خونه شون ببینم این مرد چه کار میکنه. رفتم گفتم من اومدم میخوام چند روزی مهمان تو باشم. خیلی خوشحال شد و پذیرایی کرد و میگه من رو راه داد رفتم خونش، دیدم که اتفاق خاصی نمیفته، نمازش، عباداتش، طاعاتش، ذکرش مثل بقیه از شایدم کمی کمتر. و بعد 3 روز گفت که واقعیتش اینه که من نیومدم به خاطر قصد مهمانی، من هدفم این بود که بفهمم تو چه اعمالی رو انجام میدی که پیامبر 3 بار مجدی بهشت داد به کسی که وارد مجلسمون بشه و هر 3 بار تو وارد شدی. گفت والله همینه که دیدی، من چیز خاصی انجام نمیدم، همین عبادات و طاعت هم همینه. میگه دیگه منم منصرف شدم و خداحافظی کردم. بعد منو صدا زد گفت یه چیز دارم که فکر میکنم که سببش این باشه. میگه من سرم رو روی بالش که میذارم، هر چی در روز
اگر برخورد بدی، اگر ناروایی دیدم از کسی، دلم رو صاف کردم در حق همه مسلمانان و مؤمنینی که هستند. کینه کسی رو به دل ندارم، از کسی خصومتی با کسی ندارم. به خاطر این هست که اگر هست، به خاطر این هست. سلامت صدر، اینکه انسان دلش سالم باشه از نسبت به دیگران، یعنی دلت سالم باشه از بغض، از کینه، از حسد، از حقد، از تکبر، از غرور، از اینا پاک باشه، این بهش میگن سلامت صدر. خداوندم فرمود در روز قیامت لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت نه مال بهت نفع میرسونه نه فرزندان، چیزی که بهت نفع میرسونه قلب سالمه، یعنی دلت نسبت به دیگران سلامت داشته باشه از بغض و کینه و حقد و حسد و بقیه بیماری هایی که بیماری قلبی هستند و انسان دچار اونها میشه به خاطر نادانی و یا به خاطر غلبه هوا و هوس و حب دنیا. و در حدیثی هم که من روز چهارشنبه براتون خوندم، یکی از احادیثی که در مورد نصف نیمه شعبان اومده این هست که میفرماید خداوند همه رو میبخشه، گناهان صغیره رو بهشون میبخشه، مگر دو گروه، یکی مشرک، دومن کسی که خصومت داره و حقد و کینه و حسد و بغض دیگران در دلش هست. پس سعی کنید که صله رحم رو قطع نکنید، ولی در عین حال باید مواظب باشید اگه کسی میخواهد آسیب جدی به شما برسونه اجازه ندید، صله رحم رو به جا بیارید، ولی اجازه بدی هم ندید به دیگران. وقتی عرض میکنم اجازه ندید، نمیگم بجنگید باشون، اجازه ورود به اون حد و مرزهایی که برای خودت گذاشتی برای زندگیت، اجازه نده کسی به خودت، به زنت، به فرزندات تعدا کنه، تجاوز کنه، بی حرمتی کنه، ولی در عین حال تو بی حرمتی هم نکن. یکی میگه خیلی طولانی هست، یعنی خب کسی خواب دیده، به هر حال من این موضوع رو واگذار میکنم وقت دیگه، چون برنامه ما برنامه تعبیر خواب و تعبیر خواب نیست و بندم خیلی خبره ندارم در بحث تعبیر خواب. جزاک الله خیر کثیر. بیننده گفت که سلام علیکم و رحمت الله. استاد از رسول الله علیه السلام در باب روزه سه شنبه سوال کرده، آیا این درست است یا نه؟ مثلا آیا فضیلت یا نحس بودن این روز؟ ببینید هیچ چیزی در باب نحس بودن هیچ کدوم از روزها نیامده است. همه روزها روز خدا هستند و هیچ روزی نحس نیست. کلمه نحس بودن روزها، سالها، اشیا، اشخاص یک فکر شرکی هست. اینکه فکر کنید یه آدمی نحسه، یه پرندهی نحسه، یه روزی نحسه، اینکه نحس بودن رو به اشیا، به جانوران، به انسانها، به روزها، به ایام، به اوقات بدید یا به اتفاقات بدید، یک عمل شرکیه، یک فکر شرکامیزه و باید به شدت از اون دوری کنید. روز سه‌شنبه هم یک روزی از روزهای خداست، تفاوتی با روزهای دیگه نداره. اما سنت هم نیست روزه بگیری، سنت دوشنبه و پنجشنبه رو بگیری. دوشنبه و پنجشنبه روزه کنه گرفتن سنته و بقیه روزهای دیگه هم، سه شنبه هم اگه دوست داشتی روزه سنت بگیری باز جایزه، چهارشنبه هم بخوای بگیری جایزه، پنجشنبه هم بگیری جایزه، جمعه هم بگیری جایزه، همه روزهای خدا. پیامبر فرمود علیه السلام روزه داوود علیه السلام بهترین روزه بود، یک روز در میان روزه میگیره. خب اگر یک روز در میان هر کسی روزه بگیره، حتما یکی از روزها سه‌شنبه خواهد بود.
اگه این هفته نباشه هفته بعد سه‌شنبه است و روزه گرفته است. همچنین شما روزه سه روز روزه در ماه سنته، امکان داره اگه دوست داشته باشی. خب گفتن افضل و بهتر و این هست که 13 و 14 و 15 ماه قمری رو بگیری، احتمال داره یکیشون سه‌شنبه باشه. و بعضی از اهل علم گفتن نه، لازم نیست که حتما 13 و 14 و 15 باشه، هر سه روزی رو در طول ماه روزه بگیری درسته. میتونی سه‌شنبه روزه بگیری و هیچ اشکال و ایرادی هم نداره و ثوابش هم مثل بقیه ثواب روزهای دیگه هست. و اگه کسی گفته که روزه سه‌شنبه نحزه یا روزه نگیرید یا فلان، نه خیر، چنین چیزی وجود نداره. پیامبر فرموده که روز جمعه رو اختصاص ندید به روزه، مگه اینکه یک روز قبلش یا یک روز بعدش رو روزه بگیرید. اهل علم گفتند کراهیت داره روز جمعه رو تنها روزه بگیری. برخی از اهل علم گفتند این برای کسیه که فقط جمعه رو روزه میگیره به خاطر روز جمعه، میگه جمعه فضیلت داره، اون اختصاص میده، این مکروهه. ولی اگه کسی میخواد روز جمعه روزه قضا بگیره چون جمعه تعطیل و توی خونه است، جایزه، هیچ اشکالی هم نداره. اگه کسی نذر کرده، مثلا فرض کن روز جمعه رو روزه بگیرم، نذرشو به جا بیاره، هیچ اشکالی نداره. اگر کسی نذر کرده مثلا یا عادتش این هست که اول هر ماه قمری رو مثلا روزه بگیره و اول ماه افتاد روز جمعه، جایز روزه بگیره. اینا چون عادتتون بوده. ولی اینکه اختصاص بدی بگی جمعه فضیلت داره، در نتیجه روزش هم خوبه، در نتیجه روزه میگیرم، پیامبر نهی کرده از اینکه تنها جمعه رو اختصاص بدید به روزه یا شنبه رو اختصاص بدید. ولی اگه جمعه رو گرفتی شنبه هم باش بگیری خوبه، اگه پنج شنبه روزه بودی جمعه رو هم بگیری خوبه، ایراد و اشکالی در این وجود نداره. میگه سوال بیننده عزیزی میگه استاد یه سوال دیگه هم داشتم اگه ممکنه پاسخ بدید. استاد کلمه ایمان به معنی باور هست، درسته؟ اگر شخصی به شخص دیگر بگه من بهت ایمان دارم، آیا مشکل داره؟ ببینید، اینی که در اصطلاح مردم هست که ایمان دارم، این به معنی که من یقین دارم تو آدم خوبی هستی، من یقین دارم که تو موفق میشی. میگه من ایمان دارم که تو موفق میشی، منظورش اینه که من یقین دارم. زیرا یکی از معانی ایمان هم به معنی یقین داشتن به چیزی است و در از لحاظ لغوی هم ایمان از امن هست، یعنی من احساس خطری نمی کنم نسبت به تو که شکست بخوری، که نتونی انجام بدی، که خیانت بکنی، که بد رفتار کنی. این که میگه بهت ایمان دارم، معنیش اینه که من احساس امنیت می کنم که تو کار درسته، مثلا، یا یقین دارم که کار درسته. هر دو اینها میتونه باشه. کلمه ایمان از لحاظ لغوی به معنی امنیت داشتن، در امن بودن، احساس ترس و خوف نکردن هست. و از لحاظ اصطلاحی هم بعضی ترجمه کردن بی یقین داشتن. و اما از لحاظ شرعی اینه که ایمان به خدا و ایمان به پیامبران و ایمان به کتابهای آسمانی و ایمان به ملائکه و ایمان به قضا و قدر، اینها از جمله اصول ایمان هستند که یقین کامل داشته باشی به وحدانیت الهی و برای شریک قرار ندی. و اونی که بعضی از اهل علم گفتند که ایمان یعنی یقین قلبی، و اما کاملترش این هست که ایمان عبارت از باور قلبی به اضافه عمل مقتضای اون ایمان هست، یعنی به مقتضای اون ایمان عمل صالح هم داشته باشی. بازم بیننده عزیزی میگه خواب دیدم و من عرض کردم که ما تعبیر خواب نمی کنم. هر سوالی داشتید در مسائل شرعی، احکام شرعی بپرسید، ولی مسائل تعبیر خواب رو
بنده به این نمی پردازم. استاد محترم خسته نباشید، یک سوالی داشتم. سوال من این بود که در زمانی که حمام میکنین، آیا وقتی حمام کردن اگر کلمه شهادت را بگیم برای ما گناه میشه یا نه؟ چون این سوال از چند از علما دیگه هم که پرسیدم گفتم که در زمانی که میخواین حمام یا مثلا غسل کنین کلمه شهادت نگید، به خاطر که شما لخت و برهنه ای. زمانی که لباس به تن خو کردین بعد از حمام کردن، باز اون وقت شما کلمه شهادت بدین. میشه برای یک مطرحی بکنین که بفهمون گپی از اینا واقعیت داره؟ یعنی بعدش هم کسایی که مثلا قرآن شریف یاد ندارن تلاوت کنن، اگه قرآن شریف بردارن و خط ببرن، آیا ثواب برنامه ایسه یا که نه؟ تشکر از برنامه ایسی بای شما. اما در مورد اینکه کسی که داره دوش میگیره، حمام میکنه یا غسل میکنه و آیا کلمه شهادتین رو بگه؟ بله، جایز کلمه شهادتین رو بگی، حتی اگه برهنم باشی جایز این کار رو بکنی، جایز ذکر خدا رو بگی، جایز صلوات بفرستی، جایز انواع و اقسام ذکر رو بگید و کلمه شهادتین رو هم میتونی بگید، هیچ اشکال و ایرادی نداره در این مسئله. دلیل میخواد برای اینکه به کسی بگی تو شهادتین رو نگو وقتی که برهنه هستی، زیرا که برهنه هستی. خب مگه برهنه باشی؟ کجا دلیل هست؟ کدوم حدیث، کدوم آیه گفته که شما وقتی برهنه هستی ذکر خدا نکن؟ شما در همه حالات ذکر خدا رو میتونی بکنی، مگر وقتی که در حالت قضای حاجت هستید. در اونجا جایز نیست حرف بزنید، جایز نیست وقتی که داری قضای حاجتت رو میکنی، داری مشغول دفع ادرار و مدفوع هستید، در اون حالت جایز نیست ذکر کنید، جایز هم نیست با کسی حرف بزنید. و اما بعد از اون، بعد اینکه طهارت کردی، بلند شدی و میخوای وضو بگیری، باید بسم الله بگی، سنته. بعد وضوت رو گرفتی، دعای بعد وضو رو میگی، اگه غسل خاصی بکنی دعای بسم الله میگی، و بعدش هم همون دعایی که در بعد وضو میگفتی رو بعد از غسل هم میتونی بگی. در وقت غسل کردن هم بله جایز هست ذکر کنید، جایز هست که تسبیحات کنید، جایز هست که دعا کنید، شهادتین رو هم جایز است بگید. هیچ دلیلی پیدا نمی شود که این رو معنی کرده باشد، مگر اینکه برخی از فقها در این مسائل تشدد به خرج دادن، اما تشددی که مبنی بر دلیلی از قرآن و سنت نیست. اما سوال دوم ایشون، که سوال دومتون این هست که کسی که قرآن بلد نیست بخونه، آیا قرآن رو به دست بگیره و خط بکشه، یعنی دست بکشه روی آیاتی که از سطرهای آیات قرآن کریم؟ ببینید، این تلاوت نیست، این بهش نمیگن تلاوت، و اجر تلاوت قرآن هم طبق احادیث و ظاهرش نداره. اینکه خداوند بخواد به کسی اجر بده والله اعلم، اما به این نمیگن تلاوت و اجر تلاوت هم نداره. ولی قطعا خداوند مثقال ذره ای از اعمال انسان رو بی اجر نمیذاره اگر خیر باشه. و اینکه نشانه محبت شما به تلاوت قرآن هست، اینکه محبت شما به قرآن کریم هست، خداوند به خاطر این محبتتون و این شوقی که به قرآن کریم دارید، خداوند اجر بهتون خواهد داد، نه به خاطر اجر تلاوت، بلکه اجر محبتی که به این عمل دارید. اما به جای این، کار بهتر این است که به قرآن گوش بدید، به جای اینکه دست بکشید. خب الان قلم، کتاب های مصاحف قلمی اومده، یک قلمی هم روشه، قلم الکترونیه. این قلم الکترونی رو اگر روی خطها و سطرهای قرآن بکشید، قرآن رو براتون میخونه و شما هم گوش میدید. گوش دادن به قرآن کریم ثوابش مثل این هست که خودتون تلاوت کرده باشید. سعی کنید که گوش بدید به قرآن کریم، اجر در اینجاست، نه اینکه خط بکشید. خط کشیدن اجر تلاوت نداره، ولی قطعا گوش دادن به قرآن کریم اجر تلاوت داره و ثواب زیادی برای شما هست و آثار بسیار مبارکی هم بر وجود شما، روان شما و زندگیتون خواهد داشت.
بیننده گفتند که تشکر استاد محترم، یک روز قرآن تلاوت میکردم با ترجمه، وقتی به این آیات رسیدم دیگه فکرم کار نکرد، در بالا آیات را برایت روان کردم، با خود گفتم پیامبران از گناهان معصوم هستند، چگونه میشود شرک بورزند؟ به الله گفتم که اینجا یک تاریکی دارد، باید از خودت بپرسم. استاد محترم، یعنی در این آیات همه انسان ها مخاطب هستند؟ این من توضیح این رو عرض کردم خدمت این بیننده عزیز، ولی باز هم میگه آیا همه انسان ها مخاطب؟ قطعا همه انسان ها مخاطب هستند. آیاتی رو که فرستادند آیت 189 و 190 سوره اعراف هست که در اونجا در آیه اول میفرماد هو الذی خلقکم من نفس واحده، هو الذی خلقکم، شما رو، مردم رو میگه، همه بشر، مخصوصا اولین مخاطبین اون مردمان و مشرکین و انسان هایی بوده اند که در زمان پیامبر میزیسته اند، چه اونایی که مسلمان چه اونایی که مشرک. ولی اینجا چون بحث شرکه، قبل از این آیات بعد از این آیات هم دل ادله ای رو میاره، دلایلی رو ذکر میکنه برای ابطال شرک، که بگه شرک باطله. بعد میفرماد اون خداوند پروردگار همان پروردگاری است که شما را از یک نفس واحده خلق کرده است، یعنی از آدم و حوا آفریده، به خدا آدم و حوا هم گفته که شما را از انسان از یک نفس واحده خلق کرده است، از یک وجود خلق کرده. و جعل منها زوجها، میگه همسرش رو هم از اون آفرید، لیسکنه الیها، تا در پناه او سکنا بگزیند. بعدش دیگه آیات، مقصود این آیات آدم و حوا نیست، مقصود این آیات همه کسانی است که از آدم و حوا متولد شدن و همه بشر هست. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. میگن که وقتی که این زن و شوهر با هم همبستر شدن، خداوند فرزند صالحی بهشون حامله شد، اول حمل خفیف و بعد حمل ثقیل، یعنی کم کم در شکمش رشد کرد و سنگین شد، و گفتند که اگر این هم این زن که حامله شد، میگن که اگر گفتن اگر این فرزند صالحی باشه شاکر خدا خواهیم بود، شکرگزار میشویم، و خلاصه به ازای این نعمتی خدا بهشون داده. سپس وقتی که خداوند فرزند بهشون داد، گفتن فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، اومدن شریک هایی برای خداوند قائل شدن در مورد این فرزندی که خدا بهشون داده، گفتن این دعایی است که نزد اون بت کردیم، این مال اونیه که رفتیم قبر فلان، این مال اونیه که رفتیم اون چوب و یا سنگ رو آوردیم و مثلا بستیم به لباس های اون زن، و همه بت ها رو شریک دونستن در اینکه خدا این فرزند صالح رو داده، دیگران رو هم شریک کرده. اینجا مقصود حضرت آدم و حوا قطعا نیست، و در آخر آیه می فرمود فتعالی الله عما یشرکون. جمع میگه اگه آدم و حوا بود میگفت یشرکان، اینجا میگه اما یشرکون، از اون چیزی که شریک خدا قرار میدهند، یعنی مردمان، ذریه آدم تا نسل هایی که بودند، مخصوصا کسانی که مخاطبین اول این آیات بوده اند در زمان پیامبر که مشرکین هستند، و همه مشرکین دیگری که امروز هستند، همه میرن، میگه این فرزند منو امام رضا داده، این فرزند رو ابوالفضل داده، این فرزند رو ویس القرن داده، اون هم این شرکه. دقیقا همین کارو میکردن مشرکین، میدونستن که خداوند خالق هست و خداوند داده، ولی میگفتن این برکت وجود اونهاست، و این شرکی بود که قائل میشدن، و هنوزم فراوان میشنوید این رو، و نه تنها در مورد فرزندان، بلکه در مورد همه خیرات و نعماتی که برخوردار میشود انسان ها ازش، یا میگن به برکت فلانه، یا میگن به فلانی داده، و خیلی از این حرفایی که شما هم آشنا هستید باش. یا
میگه سلام، خسته نباشید، من میخواستم بگم مدتی هست نماز نمیخوانم، اما دست خودم نیست، میخوام پاشم، احساس میکنم یکی جلوی منو میگیره. ببینید بحث این که یکی جلوی شما رو بگیره، کسی وجود نداره جلوی شما رو بگیره، بلکه شما میتونید نماز بخونید، اما اینکه این احساس بهتون دست میده حتما برید یا خودتون رقیه شرعی بخونید روی خودتون و از کارتون رو مرتب بخونید و از گناه و معصیت دوری کنید. اولین قدم این است که هر وقتی که انسان یعنی دست و پاش بسته شد از انجام فعل خیر، بدانید که آثار گناهی است که انجام میدهید. کسی میبینی نمیتونه قرآن بخونه، قرآن بلده، خوندنش هم بلده، قرآن هم توی خونه داره، نه یک نسخه از قرآن بلکه چندین چاپ مختلف از قرآن هست، نمیتونه بخونه، نماز میخونه نمیتونه دعا کنه، از کارو نمیخونه. همین که نماز خون بسید اینکه کسی گوششو گرفته میگه بلندشو برو. نماز که میخونه تو نمازشم حواسش به هیچی نیست تا سلام میده و از نمازشم احساس لذت نمیکنه. اینها آثار بدی از گناهان هستند. با ترک گناه همه اینها از بین خواهد رفت. اولین قدمتون اینه که توبه و استغفار کنید. نمیتونی نماز بخونی، استغفر الله زیاد بگو و هر طوری شده نمازت رو بخون. نمازت رو به خاطر اینکه نمیتونم و دستم رو میگیرن و فلان و اینا کنار نذار. به اطرافیانت بسپار، بهشون بگو کمکت کنند که نماز بخونی، تو رو بیدار کنن یا بلندت کنن یا بگن بلندشو نماز بخونیم و نماز تو بخون. هیچ وقت قطع نکنید راه اتصال ما با خداوند، نماز و عبادات و طاعت مونه. اگر این پل رو بین خودمون و خدا خراب کردیم دیگه راه ارتباطی نیست. لذا نمازتون رو همیشه بخونید، حتی اگه گناهی هم کردید نماز رو ترک نکنید و تلاش کنید که اون گناه رو ترک کنید. قدم اولتون هست. قدم دوم، اگر حالا مشکلاتی باشه از اثر روانی یا به هر حال تدخل شیاطین، از کار رو تو بخون، از کار صبح و شام رو مرتب بخون، آیت الکرسی بخون، دعاهایی رو که بلدی بخون قبل از خواب، اینها میتونه کمکت کنه. به اضافه این اگه دیدی این ادامه داره حتما به یک روانشناس مطمئن و خوب مراجعه کنید که کمکتون کنه، شاید آسیبی از لحاظ روانی به شما رسیده و شما نمیدونید. بیننده عزیز دیگری پیام دادند و خب السلام علیکم استاد عزیز رحمان، برای برنامه های خوبتان از شما یک سوال داشتم. دختر من 5 سال است که ازدواج کرده است، با شوهرش خیلی خوب و مهربان هستند، ولی فرزند ندارم. دختران گفتن که از شوهرتون نسل ندارد. ما چیکار کنیم؟ دخترمان را جدا کنیم از شوهرش یا نه؟ در حق آنها دعای نیک کنید که فرزنددار شوند. خداوند به ایشون و به همه کسانی که فرزند ندارند فرزند صالح عطا کند و دلشون رو پر از مهر و محبت هم دیگر کند و زندگی خوب و شیرین و پرباری داشته باشند. ببینید همه چیز دنیا داشتن فرزند نیست. اینکه انسان زندگی خوبی داشته باشه، اینکه زن و شوهری با هم دیگه مهربان باشند، حرمت هم دیگر رو نگاه دارن، بتونن از زندگیشون هم لذت ببرن و هم خدمت کنند به بندگان خدا، این بهتر است. خیلی ها رو ما میشناسیم که فرزند دارن ولی فرزنداشون به درد هیچی هم نمیخورن، فقط
بار گناهانشون رو زیاد میکنن، به خاطر فرزندانشون مال حرام میارن، به خاطر فرزندانشون حرف ناحق میزنن، به دفاع از بدی فرزندانشون دروغ میگن و خیلی کارهای دیگر رو ما برای فرزندانمون میکنیم که روز قیامت باید جوابش رو پس بدیم. و خوب نعمت بزرگی، نعمت خوبی داشتن فرزند، ولی اگر انسان مبتلا شد به یک بیماری و کسی عقیم بود، حالا زن یا مرد، اول این اختیار رو دارید، این حق رو دارن، هر کدوم از زوجین این حق رو دارن، اگر شریک زندگیشون بچه دار نشد این حق رو دارن که از هم جدا بشن، این حق رو دارن که برن ازدواج دیگه بکنن، این حقیه که هر کسی این حق رو داره. ولی ببینید، اگر زندگی خوبی دارید، اگر مهر و محبتی بینتون هست، اگر حرمتی بینتون وجود داره، اگر زندگیتون رو میتونید پربار کنید از کارهای مفید و خوب، همه ایتام دیگری که وجود دارن میتونن فرزند شما باشن. برید خدمت کنید به دردار و ایتام، خدمت کنید به بچه هایی که یتیمن، بهشون مهر و محبت بورزید و زندگیتون رو با این پر کنید. وگرنه انسان چه بسا این آدم خوب ازش طلاق گرفتی، رفتی با کس دیگه ازدواج کردی که این خوبی ها رو نداره. البته من نمیگم که بمونید یا برید، اینا به خودتون باید تشخیص بدید که کدوم خوبه، ولی من میگم که نگاه کنید به این که خیر و صلاحتون در چیه، منفعتتون در چیه. اگه فکر میکنید در این زندگی نقاط مثبت و خیر فراوانی هست، پس این رو رها نکنید برای اینکه حالا رفتید با کسی دیگه ازدواج کردید در حالی که نمیدونی. اینا رو از دست میدی ولی نمیدونی بهتر از این گیرت میاد یا نمیاد. این بستگی داره به اینکه خودتون چطوری تشخیص بدید. میگه من الان 24 سالمه و قصد حفظ قرآن داره، یعنی قصد ایشون قصد حفظ قرآن داره. میگه من اول با قاری روحانی میکنم بعد حفظ میکنم. کار بسیار خوبی میکنید، اینکه قرآن رو حفظ میکنید و اگر استادی داری که بهت یاد بده و قرآن رو با اون مراجعه کنی، خیلی خوبه به این کارتون ادامه بدید، ولی به اندازه توانتون حفظ کنید. انسان راحت حفظ میکنه، امکان داره در یک روز بشینید شما چندین صفحه رو حفظ کنید، ولی آیا میتونید اون رو نگه دارید؟ محافظت بر اون چیزی که حفظ کردی مهمتره. پس نه عجله ای داشته باش در این موضوع، بلکه هر روز به اندازه مقداری که در توان تو هست و میتونی اون رو، حالا روز اولی شما فرض کنید هر روز 10 صفحه حفظ کردی، در آخر ماه چند صفحه میشه؟ 300 صفحه میشه. آیا این 300 صفحه رو مثل روز اول که حفظ کردی همه رو خیلی خوب حفظی؟ یا تو وقتی رسیدی به اونجا 300 صفحه شد نمیتونی مراجعش کنی؟ و تثبیت کردن اون حفظ خیلی مهمتر از خود حفظه. پس کم کم شروع کنید به اندازه‌ای که میتونید و در فکر اینم باشید که وقتی که زیاد میشه چگونه اینا رو مراجعه کنی، برنامه داشته باشی برای مراجعت، برای تثبیتت باید اول برنامه داشته باشی که این تثبیت بشه در ذهن تو، حک بشه در ذهن تو که دیگه اون رو فراموش نکنی. فاموز تو جون گرامی قدر، از او رحمت برای مصلحت های مفید. انشاءالله من امروز شما را از تلویزیون گرفتیم. من دوخواد هر سوالاتی که پیش من اومد از شریعت انشاءالله پیشنیاد شما میگردونیم. خداوند همیشه شما را موفق معید پیروز بگردونه در سوهای علمتون. ولی استاد جون یک سوال کوچک دیگر داریم. اگر ما با کلمه های کریلی نویسیم شما اون صفحه میروید یا نه؟ من حروف کریلی رو نمیفهمم، نمیدونم چی هست.
حروف کلیری البته میدونم که چیه ولی بلد نیستم که بخونم. حروفی که در زبان روسی به اون نوشته میشه و در تاجیکستان هم زبان فارسی رو با حروف کریلی می نویسند و برای من قابل فهم نیست و این رو نمیدونم. اگر پیامی داشتید، سوالی داشتید، حتما صدا بفرستید یا فارسی اگر بلد هستید بنویسید، اگر نه همونطوری که الان صدا فرستادید صدا بفرستید و جواب میدم به سوالاتتون. بیننده عزیز گفته سلام، وقت بخیر استاد عزیز. یکی از ملاها میگفت ما باید دست پیر بگیریم چون پیرمان دست پیر دیگر را گرفته و این سلسله میرسد به پیامبر علیه الصلاه و السلام، باید همه ما چنین کنیم تا یکی از این پیرها ما را به آن حضرت میرساند. نظرتون چیست؟ این حرف کاملا غلط هست، چنین چیزی وجود نداره دست پیر گرفتن و اصلا چنین سلسله‌ای وجود نداره. این حرف یک ساختگی هست، جعلیه. صحابه برای دو مورد بیعت دادن به رسول الله علیه الصلاه و السلام. یکی بیعتی است که در وقتی که پیامبر در مکه بود از انصار بیعت گرفت. وقتی دیگر هم بیعت رضوان بود که زمانی که می‌خواستند رفته بودند برای حج ولی مشرکین اجازه این رو نمیدادند. در صلح حدیبیه بود، اجازه نمیدادند و همه بیعت کردن، گفتن آماده بشن برای اینکه جانشون و مالشون و هر سستیشون رو در دفاع از اسلام و دین و پیامبر بدهند و این بیعتشون بر این اساس بود. اما بعد از پیامبر تنها یک بیعت وجود داشت، اونم بیعت سیاسی. بیعت سیاسی یعنی انتخاب جانشین و خلیفه کردن، این انتخاب سیاسی بود دیگه. بیعت دیگری نداریم، به پیر بدی، به شیخ بدی، به ملا بدی، به فلان بدی، اینها همه ساختگی و بدعتی است که ساخته شده است. بیعت پیمان هست، به کسی پیمان میدی بر اهداف مشخصی. اگر بر اهداف مشخصی با کسی پیمان دادی و این اهداف شرعی بود، این درست است به شرطی که مصالح و منافعی برای دو طرف داشته باشد و روی این نباشه که کسی رو مقدس کنید و این سلسله به قول خودشون درست کنید و ما رو به پیامبر میرسانید. نه خیر، چنین سلسله وجود نداره. پیمان ما همین که بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این پیمان ما به پیامبر هست علیه السلام. به اسلام وارد دین اسلام شدید، هیچ لزومی به این نیست به هیچ کسی پیمان بدید یا به دست بدید به هیچ کسی دیگری. اینها همه ساختگی و خرافات و ایجاد کردن تقدس برای افراد هست. بله اینکه شما استاد داشته باشی، راهنما داشته باشی، تو رو نصیحت کنه، راهنماییت کنه، علم دین بهت یاد بده، نیازی به این دست دادن نیست. میتونید برید علم دین رو از کسانی که علم دارن بیاموزید و راه دین رو بهتون یاد بدن. و اما سوال کرده که میگه استاد محترم یک سوال دارم، یزید مستحق لعنت هست؟ ببینید، لعنت کردن به افراد و اشخاص به عینه به اسم جایز نیست، ولی میتونی لعنت کنی به ظالم، لعنت کنی به مجرم، لعنت کنی به فاسق. اینا در قرآن کریم اومده، ولی لعنت معین کردن نزد اهل سنت جایز نیست. و میتونی لعنت کنی به قاتلین حضرت حسین، ولی اما لعنت کردن به شخص یزید و به شخص فلان و فلان دلیل میخواد برای این کار. بله یزید هم حاکمی بوده، هیچ وقت یزید ظالمتر نبوده از حاکمان امروز ایران و ظلمی که اینا میکنن به مراتب بیشتر است.
یزید فرماندهی رو به اسم ابن زیاد قرار داده بود یا استانداری رو به اسم ابن زیاد قرار داده بود و در بخشی از کتب تاریخ هم میگه که یزید دستور نداده بود به قتل حضرت حسین، گفته بود مانعش بشید که وارد کوفه بشه. اما ابن زیاد عامل قتل اصلی، ابن زیاد هست دستور داده بود به اونها و بعدش هم شمر هست و تعداد دیگری از اونایی که قاتل حضرت حسین شدند و حضرت حسین رو به شهادت رسوندند با تعداد زیادی از اهل بیت ایشون که همشون به درجات عالی شهادت رسیدند و رضایت و رضوان خداوند بر همه اونها باد. اما کسانی که قاتل بودند قطعا مستحق لعن و نفرین هستند، اونایی که قاتل حضرت حسین بودند و اونایی که عامرش بودند، اونایی که دستور داده بودند. اما به اسم با توجه به اختلافی که هست آیا واقعا یزید دستور قتلش رو داده بود یا دستور منع کردن ایشون رو داده بود، با توجه به وجود این شبهه انسان نمیتونه عینا این رو بگه و لعن کنه، ولی میتونید به عرض کردم کسانی که عامرن، کسانی که مباشرا این قتل رو مرتکب شدن میتونید لعنت کنید. استاد جان سلام علیکم و رحمت الله و برکات در پناه الله باشین. استاد گرامی باز یک دعای میکنین که مریضم هستم، خداوند دعای شما را انشاءالله قبول میکنم. استاد جان یک سوال داشتم در باره امی، ما خود امی تاجیکستان زندگی میکنم، امی جا نزدیک امی در مسجد بود و مجا یک چیز شنیدم به نام گرده، گفت ما از گرده آمدیم، ما فکر کنم همون گرده همون اسقاط میگن چی میگن همون را فکر کنم. باز بعض کمک برنگ بود، کم گندم بود، همون را گرفته بود آورده بودن بود همونجا ما رو بروشدم، گفت این امی از گرده ما گرفتیم گرده کردن، این امی را اگر میگیری بگی. ما گفتم امی فکر من حرام است، چی هست همی چیزای همی بدعات هست. باز امیر ما نگرفتم، باز امیر گفتم باش از خودتون بپرسم کورا ما میگرفتم از شان یا نمیگرفتم. دو یکی دیگه هم در باره همی گرده معلومات بتین، اگه مطلب ما گرفته باشین کمو جایات میکردن. گفت همو کسی که مرده بود سنش اینه مثال 70 و چند بود، باز مچون نوی از او را منفی میکنن و باز گرده میکنن و چی، من قدر نفهمیدم. اگر مطلب ما گرفته باشیم استاد جان درباره از این معلومات بتیم که باز ما به خیر خوبی امیدم باز برشون پلیون کنم که درباره این گرده که چی هسته. تا جون در پناه الله باشین، خدا کنه مطلب ما گرفته باشین، ببخشین وقت خوش براتون میخوایم. بله بحث، اگه بحث اسقاط هست، اسقاط یک حیل شرعی و یک فریب هست، هیچ ربطی به دین نداره و عرض کردم که شرع جایز نیست، هم بدعت هم اینکه حیله هست. حیله یعنی چی؟ یه حیل شرعی، کلا شرعیه، طرف عبادت نکرده، نماز نخونده، روزه نگرفته، گناهای زیادی داره، میان یک بالا برنج یا گندم یا هر چی میارن، میگه این میده به ملا، ملا این در ازای نمازهایی که نخوانده است، این در ازای روزهایی که نگرفته است، این در ازای گناهانی که کرده است. همه اینها حیل شرعی و دروغه و هیچ ربطی به دین نداره و شرعا چنین کاری انجامش حرامه و هیچ تأثیری هم برای اون مرده نداره، یعنی نه گناهی ازش کم میکنه، نه به جای نمازاش قبوله، نه هیچ کدوم از اینها. خداوند صریحا میفرماید و الیس للانسان الا ما سعى، قبلش هم میفرماید و الا تزر وازره وزر اخرى، گناه کسی بر گردن دیگری انداخته نمی شود، همونطور سعی و تلاش و ثواب اعمال کسی هم برای کسی دیگری نمی رود. طرف در زمان حیات خودش هیچ کاری نکرده، دقیقاً دارن کاری رو انجام میدن مثل مسیحی ها و یا بعضی از آخوندهای شیعه که دارن
نماز رو قیمت گذاری میکنن، نماز برای امواتتون بخرید. هیچ کدوم از اینها نیست. اینا عباداتی باید در زمان حیات خودش انجام میداد. بعد از مرگشون هیچ فایده به حالشون نداره. و لذا خود اسقاط، عرض کردم اسقاط یک عمل غیر شرعی هست. من این سوال بیننده عزیز رو همونطوری که عرض کردم که اسقاط شرعاً جایز نیست انجامش. اینکه حالا مبلغی پول یا گندم یا برنج میارن میدن به ملا، این به جای نمازش، این به جای روزش، این به جای فلانش، این به جای گناهش، هیچ کدوم از اینها شرعیت نداره، اساس شرعی نداره، در شرع اسلام نیامده است، بلکه ساختگی و جعلی و از جمله حیله شرعی هایی است که بعضی ها درست کرده اند و این کارا رو انجام میدن که این کفاره فلانش باشه، اون کفاره فلان. اینا بعد از مرگ دیگه فایده ای به حالشون نداره، بلکه انجامش گناه و بدعته و خوردن اون هم جایز نیست، مگر اینکه طرف این رو به عنوان صدقه بده، این صدقه لله، برای ثوابش به فلانی برسه. ثواب صدقه به اموات میرسه، اما اینکه به جای نمازش یا روزش یا فلان، نه، به هیچ وجه دلیل شرعی نداره. این هم همه فقها این کار رو در باب حیل شرعی آورده اند. اما سوال بعدی بینندگان عزیز، میگه خیلی ممنونم شما رو از برای الله مهربان که تحملتان تصویر باعث می شود که به ما کمک کنید. بعد می فرماید متاسفانه حال کسایی پیدا شدن که کارهای اشتباه خود را بدین ربط می دهند، به نام اسلام ختم می کنند و مردم را دل سرد می کنند. این قطعا عرض کردم یک قولی هست از شیخ محمد غزالی مصری رحمه الله، میگه ما سه بار به اسلام ظلم کردیم. یک بار اسلام رو درست نفهمیدیم، بار دیگر اسلام رو درست عمل نکردیم به اونی که فهمیدیم، بار سوم اسلام رو به دیگران به درستی نرسوندیم. همین که ما اسلام رو نفهمیدیم و کارهایی رو که انجام میدیم نسبت میدیم به دین، این خودش ظلم به اسلام. اونایی که لباس ملایی به تن دارن، یا منظور اینه که به عنوان عالم و دانشمند و به عنوان حالا فقیه و غیره شناخته شده اند و مردم به این دیده الگو به اونها نگاه می کنند، بسیار بسیار گناهشون سنگین تره. روز قیامت مردم میان این علما رو می بینن که هر چی در شکمشون هست ریخته بیرون و اینا دارن مثل الاغی دور اون دارن، چطوری الاغ دور سنگ آسیاب در قدیم میگشته، اینا هم دور اون دارن میگردن. مردم تعجب میکنن، میگن شما دیگه چرا؟ میگه من به شما میگفتم که این گناه رو نکنید، اون کار رو نکنید و خودم میرم میکردم و بهتون میگفتم این اعمال رو انجام بدید، ولی خودم انجام نمیدادم. و این است که در روز قیامت این گونه مفتزه و رسوا خواهند شد و همه عالم نظارگر این وضعیت اونها هست. امروز مردم چرا در ایران از دین زده شده اند؟ به علت اینکه آخوندا که خودشون رو اصلا فوق نمیدونم شرع میدونستن، راحت دروغ میگفتن، هنوزم میگن، مال مردم رو میخوردن، به ناموس مردم تجاوز میکردن به اسم صیغه، مال مردم رو به اسم خمس میگرفتند و انواع و اقسام دیگری از مال مردم خوردن به باطل، درست کردن فضائل برای قبرها و نذورات درست کردن براشون که مردم بیان نذر کنن و اینا پولشو ببرن. و چقدر از دروغ رو در سر این منبرها به مردم تحویل دادن و این باعث شده که مردم
نه اعتمادی دارد به آخوند، بلکه از دین هم فراری شده و شک پیدا کردن از این که دین هم همینی باشه که آخوندا میگن. سوال کردن سلام هنگامی که از بستگان فوت می کنند و هفتم خب به پایان برنامه رسیدیم، وقت تمام است متاسفانه، وقتمون به پایان رسیده و انشالله در برنامه دیگر فرصتی دیگر بقیه سوال شما عزیزان رو جواب خواهم داد. یادتون نره امروز روز جمعه هست و بعد از عصر وقت مناسبی برای دعا کردن هست. برای همه مسلمانان دعا کنید، برای ملت ایران دعا کنید که از این ظلم و ستم نجات پیدا کنند. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.